16 سپتامبر مصادف با روز جهانی حفاظت از لایه اوزون. لایه اوزون سپر شکننده ای از گاز است که زمین را از قسمت مضر پرتوهای خورشید محافظت می کند و به این ترتیب زندگی در این سیاره را حفظ می کند. در سال 1985 گروهی از دانشمندان انگلیسی به صورتی کاملا تصادفی دریافتند که مساحت قابل توجهی از لایه اوزون در قطب جنوب به شدت تخریب شده و بیم آن می رود تا با گسترش این حفره حیات همه زیستمندان ساکن در کره زمین به مخاطره افتد. آنها اعلام کردند گازهای کلروفلوروکربن که اثر گلخانه‌ای دارند مسبب ایجاد این سوراخ مرگاور هستند. وضعیت چنان بحرانی به نظر می رسید که گروهی از دانشمندان به صراحت اعلام کردند در صورت تداوم روند کنونی گازهای کلروفلوروکربن قادرند تا سال 2050 لایه اوزون را کاملا نابود کرده و رخداد سرطان پوست را از آستانه خطرناک و برگشت ناپذیر عبور دهند. از همین رو اهمیت این کشف چنان بود که بلافاصله رهبران جهان در سازمان ملل متحد تلاش کردند تا معاهده ای را برای مهار این بحران مرگ‌آفرین به امضا برسانند. کنوانسیون وین در سال 1985 برای حفاظت از لایه اوزون توسط سازمان ملل متحد و دیگر کشورهای جهان تدوین گردید. در نهایت و در سال 1994 کشورهای عضو مجمع عمومی سازمان ملل پذیرفتند تا روزی را برای حفاظت از لایه اوزون نامگذاری کنند. بدین ترتیب روز 16 سپتامبر را به عنوان روز جهانی حفاظت از لایه اوزون تعیین کردند. لایه اوزون لایه‌ای به ضخامت 3 میلی‌متر در لایه استراتوسفر جو زمین با غلظت بالایی از مولکول اوزون است که در سال 1913 توسط دو فیزیکدان فرانسوی به نام‌های شارل فابری و هانری بویسون کشف شد. این لایه با جذب 95 تا 99.9% پرتو فرابنفش خورشید موجب ادامه زندگی بر روی کره زمین می شود و پرتوهای پر انرژی فرابنفش را جذب کرده و آنها را به شکل پرتوهای فروسرخ در می آورد و به سطح زمین می فرستد. تخریب و سوراخ شدن لایه اوزون باعث عبور غیرقابل کنترل تابش فرابنفش خورشیدی می شود که سبب افزایش دمای زمین و ذوب یخ‌های قطبی و افزایش آب دریاها شده که در نهایت به زیر آب رفتن خشکی‌ها می انجامد و همچنین موجب سوختگی پوست، ابتلا به سرطان پوست، بروز بیماری‌های چشمی، بیماری‌های عفونی، کاهش فتوسنتز و همچنین وارد آمدن خسارت عمده به حیات جانوران و گیاهان شده و بالاخره باعث انقراض زندگی تمام موجودات می‌شود. حفاظت از محیط زیست و همچنین لایه اوزون بر اساس ماده 3، 28 و 29 از اعلامیه جهانی حقوق بشر که اشاره به حق داشتن زندگی سالم و امنیت شخصی، بهره‌مندی از دنیای زیبا و حق مسئولیت نسبت به جامعه دارد و همچنین با توجه به هدف 3 و 15 از سند 20C یونسکو که بر تضمین زندگی توأم با سلامت و حفظ، بازیابی و بهبود استفاده از منابع طبیعی اشاره دارد و همچنین بر اساس پروتکل مونترال در مورد مواد کاهنده لایه اوزون که در سال 1987 به تصویب رسید، وظیفه شهروندی تمام مردم جهان است. پروتکل مونترال در 16 سپتامبر 1987 در مونترال کانادا از تصویب حدود 50 کشور جهان گذشت تا بلکه بتوانند با رعایت برخی تمهیدات فنی و مدیریتی از تخریب بیشتر لایه اوزون جلوگیری کرده و بدین ترتیب این مهمترین و حیاتی ترین سپر دفاعی اتمسفر را در برابر آثار خطرناک گروهی از پرتوهای خورشیدی مجدداً ترمیم کرده و محافظت کنند. و البته کشور عزیزمان ایران نیز یکی از نخستین کشورهایی بود که در سال 1989 به امضا کنندگان این پروتکل مهم پیوست تا در اجماعی کم نظیر کشورهای جهان بکوشند با کاهش کاربرد گازهای کلروفلوروکربن نسبت به ترمیم حفره ایجاد شده در لایه اوزون اقدام کنند. لایه اوزون و قاتلان آن، گازهای CFC که در سطح زمین بی خطر بوده ولی در جو زمین با تابش پرتو فرابنفش تبدیل به گازهای کلوردار شده و خطرناک محسوب می شوند. میزان ماندگاری این گازها در استراتوسفر بیش از 100 سال است
مانند گازهای به کار برده شده در یخچال‌ها. حالون‌ها نیز همانند گازهای کلوردار خطرناک بوده و ممکن است تا چندین سال در جو زمین باقی بمانند و باعث منهدم شدن لایه اوزون شوند، مانند گازهای موجود در مواد اطفای حریق. حلال‌ها که در صنایع خشک‌شویی، فلزی و الکترونیک به عنوان پاک کننده و چربی زدا کاربرد دارند. متیل برماید که در صنعت کشاورزی به عنوان آفت کش و ضد عفونی کننده استفاده می شود. گازهای گلخانه‌ای که افزایش میزان این گازها رابطه مستقیمی با نازک‌تر شدن لایه اوزون دارد، مانند دیوکسید نیتروژن، دیوکسید کربن، متان و غیره. پژوهشگران هشدار دادند که با گرمایش جهانی ترمیم حفره لایه اوزون تا سال 2080 به طول خواهد انجامید و از این روی راهکارهایی برای حفاظت از لایه اوزون در اختیار مردم جهان قرار دادند. راهکارهایی برای حفاظت از لایه اوزون: گیاهخواری، استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی، دوچرخه سواری و پیاده روی، بهره‌گیری از اینترنت در فعالیت‌های بانکی، بازیافت و کاهش تولید زباله، کنترل و مدیریت مصرف کودهای شیمیایی، استفاده بیشتر از نور طبیعی خورشید به جای لامپ، استفاده از کیسه‌های پارچه‌ای و چند بار مصرف به جای کیسه‌های پلاستیکی، کاهش مصرف سوخت در وسایل گرمایشی، پرهیز از سوزاندن زباله در محیط زیست و به حداقل رساندن مصرف کاغذ و جلوگیری از تخریب طبیعت. ما فعالان محیط زیست معتقد هستیم که بی‌ملاحظگی در مقابل بحران فعلی لایه اوزون یک جرم زیست محیطی در ابعاد جهانی به شمار می آید و باید بدانیم واقعاً این بحران یک موضوع بسیار نگران کننده است و به طور مستقیم بر سلامت انسان‌ها و سایر موجودات زنده کره زمین تأثیر می‌گذارد و برای اقدام کردن نباید منتظر تحقیقات علمی باشیم، بلکه هر فرد برای جلوگیری از نابودی لایه اوزون باید در عادات روزانه خود تغییراتی ایجاد کند تا انتشار گازهای گلخانه‌ای را کاهش دهد. بیایید همه با هم برای جلوگیری از نابودی کره زمین تلاش کنیم. برای دیدن ویدیوهای بیشتر کانال یوتیوب ما را سابسکرایب کنید. روی علامت زنگوله کلیک کرده و گزینه آل را انتخاب فرمایید. لایک و یا دیسلایک نموده و نظرات سازنده خود را با ما به اشتراک بگذارید.